درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه دوم ژانویه 2024 میلادی برابر است با 12 دی ماه سال 1402 خورشیدی. در پی واکنش‌های گسترده به اظهارات جنجالی رهبر جمهوری اسلامی در مورد سخنگویی از جانب خدا، خبرگزاری تسنیم با وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی کوشید به توجیه این سخنان علی خامنه‌ای بپردازد. همزمان یک عضو دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای گزارش‌ها در مورد بیمار بودن او را رد کرد. سعید سرخ میرزایی کارشناس امور دینی واکنش ها به صحبت های خامنه ای را به فضاسازی رسانه های خارجی نسبت داده است. سرخ میرزایی در واکنش به این انتقادات نوشته است: بر اساس مبانی دینی و قرآنی همه افعال انسان ها و اتفاقات عالم بر اساس خواست الهی و با قدرت او انجام می شود که به آن توحید افعالی می گویند. او گفت که بر اساس آموزه های قرآنی وحی تنها مختص پیامبران نیست و در زندگی روزمره هم رخ می دهد. خامنه ای روز 10 دی ماه در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی گفت: 20 سال پیش در این حیات با بچه های سپاه نماز خواندیم. بعد من نشستم روی پله، یک صحبت گرم و گیرایی کردم. خدای متعال همینطور حرف می زد. در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. اشاره خامنه ای به اینکه خدا با زبان او حرف می زده و صحبت هایش گرم و گیرا بوده و کنش های بسیاری را به دنبال داشته است. فرح سرکوهی نویسنده و تحلیلگر منتقد جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان خامنه ای در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مالی خولیای مهتری، خودشیفتگی، خود خدا و پیامبر و زبان خدا و فرزان پنداری و نارسیسیسم شدید را از شاخصه های مستبدان در پایان کار آنها می دانند. مستبدان به تدریج در دام فریب قدرت می افتند، غافل از لرزان بودن قدرت استبدادی. تعدادی از کاربران فضای مجازی هم سخنان خامنه ای را کفرگویی و در تضاد با آموزه های اسلامی دانستند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه داوود عبداللهی زندانی اهل تسنن را در زندان قزلحصار استان البرز اعدام کردند. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، داوود عبداللهی که چند روز بعد از انتقال به سلول انفرادی صبح سه‌شنبه 12 دی ماه در زندان قزلحصار اعدام شد، سومین متهم یک پرونده مشترک است که حکم اعدام برای او اجرا شده است. رانا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که اعدام داوود عبداللهی که از 5 دی ماه در اعتصاب قضا به سر می برد بدون اطلاع قبلی به خانوادهش انجام شده است. پیش از این قاسم آبسته در روز 14 آبان ماه و ایوب کریمی هم 8 آذر ماه با اتهام مشابه در این پرونده مشترک با داوود عبداللهی در قزلحصار اعدام شدند. یکی از شهروندان بلوچ که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شده بود در زندان مرکزی زاهدان جان باخت. کمپین فعالان بلوچ ضمن اعلام این خبر هویت این زندانی را جمشید گرگیج اعلام کرد و نوشت که او متأهل دارای 3 فرزند و اهل شیرآباد زاهدان بوده است. یکی از نزدیکان آقای گرگیج به کمپین فعالین بلوچ گفت که جمشید به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و بی‌توجهی مسئولان زندان بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داده است. این منبع که نخواست نامش فاش شود در ادامه گفت: جمشید پیش از بازداشت به کارهای دینی و مذهبی پرداخته بود، به هیچ گونه بیماری زمینه‌ای نداشته و مرگ او بر اثر ایست قلبی مشکوک است. بر اساس گزارش ها روز یکشنبه 10 دی ماه شماری از کارکنان سازمان منابع طبیعی همراه با 200 مأمور یگان ویژه و نیروهای اطلاعات به روستای احمدآباد یورش بردند و تا کنون نزدیک به 40 هکتار از آن را مصادره کردند. آنها با بستن راه ها مانع از رفت آمد ساکنان منطقه شدند. این زمین ها از 70 سال پیش تا کنون متعلق به اهالی روستای احمدآباد و زیر کشت بوده است. 147 تن از فعالان سیاسی و مدنی بیانیه‌ای منتشر کرده و موج جدید سرکوب های بیرحمانه جمهوری اسلامی را دارای ابعاد غیر قابل تصور و ضد انسانی دانستند و خواهان پایان سرکوب سیستماتیک بهائیان شدند.
فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مدعی شده که احساس امنیت در تهران رو به افزایش است و در همین رابطه از اضافه شدن 1000 موتورسیکلت به ناوگان پلیس پایتخت خبر داد. احمد رضا رادان امروز شنبه 12 دی ماه در مراسم ارتقای توان عملیاتی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که هدف از آن بهبود وضعیت کمی و کیفی ناوگان تیم‌های واکنش سریع و ضربت پلیس پایتخت عنوان شده بر چالاک بودن و واکنش سریع تاکید کرده است. بنا به اظهارات رادان، یکی از مسیرهای چابکی داشتن موتورسیکلت‌هایی است که بتواند واحدها را با سرعت بیشتر به هدف و مقصد نزدیک کند. منتقدان بر این باورند که استفاده پلیس از تجهیزات روز و چابک‌سازی برای واکنش سریع تنها برای مقابله با اعتراضات مردمی است، وگرنه گزارش‌های سرقت و زورگیری در کلان شهرها به خصوص تهران روایت متفاوتی از واکنش سریع پلیس ارائه می‌دهد. گزارش یک روزنامه چاپ تهران حاکی است که یک شبکه سارقان مسلح در پایتخت ایران با وجود شکایت‌های متعدد از سرقت و تجاوز به زنان ساکن در خانه‌های هدف سرقت، عاقبت به دست یکی از شاکیان دستگیر شدند. روزنامه جام جم امروز شنبه در گزارشی از انهدام شبکه بزرگ سرقت مسلحانه و تجاوز در تهران خبر داد، اما نوشت که کشف این شبکه در پی تلاش نیروهای انتظامی صورت نگرفته، بلکه یکی از زنان قربانی به طور اتفاقی یکی از اعضای این شبکه را شناسایی کرده است. بر اساس این گزارش، هفته گذشته یکی از شاکیان زن که با شوهرش در حال عبور از بوستانی در جنوب تهران بودند، متوجه مردی شدند که قامتی شبیه به یکی از سارقان داشت. این زن شوهر به تنهایی به سارقان حمله کرده و او را کتک زدند و مانع فرارش از بوستان شدند. بعد از این شناسایی، پلیس توانست اعضای دیگر شبکه را شناسایی و دستگیر کند. جامعه جمع نوشت که این شبکه دارای 6 عضو بوده که مسلحانه به خانه ها دستبرد داده و در جریان این سرقت ها زنان را مقابل شوهرانشان مورد تجاوز قرار داده بودند. به دنبال انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر از حضور کامیون‌ها در بستر خشک شده دریاچه ارومیه، مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی میگوید چیزی جز نمک از این دریاچه برداشت نمی‌شود. پیش از این گزارش‌هایی درباره حضور شرکت‌های چینی و خرید شرابه‌های دریاچه ارومیه و برداشت ماده معدنی ارزشمند لیتیوم منتشر شده بود، اما سعید شهن روز 11 دی ماه در گفتگو با خبرنگاران گفت که این دریاچه لیتیوم ندارد و جز نمک خشک هیچ ماده معدنی از دریاچه ارومیه برداشت نمی شود. این در حالی است که مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه، روز 9 دی ماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تایید کرده بود که یک شرکت چینی که از طرف وزارت سمت معرفی شده بود برای برداشت شورابه های این دریاچه درخواست مجوز داده، اما چون مجوزی از طرف اداره حفاظت از محیط زیست صادر نشد. به همچنین گفته بود که شرکت چینی به دنبال ذخایر ماده بروم موجود در شورابه های دریاچه بوده، نه لیتیوم. اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست، روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت برداشت نمک و روبیدن کف دریاچه میتواند زمین را برای هر طوفانی آماده سونامی نمک کند. رانندگان عجمن، در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟
بله ما در زمان پندامیک باز بودیم و به همه کارمنده و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. به به، چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. قیمت نفت امروز شنبه 12 دی ماه بعد از اعزام یک ناو نیروی دریایی جمهوری اسلامی به دریای سرخ افزایش یافت. در این ارتباط بهای نفت خام دریای برنت در بازار جهانی با 2.5% افزایش به 78.97 دلار در هر بشکه رسید و بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 2.5% افزایش به 73.43 دلار در هر بشکه افزایش یافت. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز دوشنبه بدون اشاره به جزئیات مأموریت ناوشکن البرز اعلام کرد که این ناوشکن از طریق تنگه باب المندب وارد دریای سرخ شده است. یک روز بعد از طرح اتهامات علیه تتلو در خبرگزاری فارس، امروز شنبه سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی خود در رابطه با آخرین وضعیت امیر تتلو از باز شدن چندین پرونده برای او در دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد که در حال رسیدگی هستند. مسعود ستایشی امروز شنبه گفته است که یک پرونده اکنون در ناحیه 33 دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مرحله تحقیقات مقدماتی است و قرار بازداشت موقت صادر شده و او اکنون در زندان به سر می‌برد. این مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در یکی دیگر از پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده و بعد از بازگشت تتلو به کشور، پرونده با کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری 1 استان تهران ارسال شده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که پیشتر نیز برای امیر حسین مقصودلو در 2 پرونده دیگر هم رأی غیابی صادر شده و او می‌تواند به این آرا اعتراض کند. وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت در بازدید از نوار غزه گفت این حس که ما کارزار علیه حماس را متوقف کنیم اشتباه است. به نوشته تایمز اسرائیل او گفت در شمال غزه اسرائیل 12 گردان حماس را نابود کرده است. گالانت گفت تروریست ها هنوز باقی ماندند. هنوز چند هزار نفر از 15,000 یا 18,000 نفری که در منطقه بودند هستند. تعداد زیادی از آنها از بین رفتند و دیگران به جنوب غزه گریختند. گالانت گفت در شمال غزه ارتش اسرائیل به انجام عملیات کوچکتر برای ریشه کن کردن آخرین جنگجویان حماس ادامه خواهد داد. گالانت گفت در جنوب نوار غزه وضعیت متفاوت است و ارتش اسرائیل در منطقه خان یونس در حال رسیدن به مقامات ارشد حماس است که به گفته او پنهان شدند. وزیر دفاع اسرائیل گفت جنگ در جنوب غزه با شدت بالا ادامه خواهد داشت.
گالانت قول داد ما زمانی به این کارزار پایان خواهیم داد که حماس به عنوان یک نهاد حکومتی و قطعاً به عنوان یک چارچوب نظامی عمل نکند و این کار به زمان نیاز دارد. وزارت بهداشت غزه که زیر نظر گروه افراطی حماس اداره می شود امروز شنبه اعلام کرد که از زمان آغاز حمله اسرائیل به این باریکه دست کم 22,185 فلسطینی کشته و بیش از 57,000 تن مجروح شدند. این وزارتخانه همچنین میگوید که در 24 ساعت گذشته بر اثر عملیات ارتش اسرائیل 227 تن از ساکنان غزه کشته و 338 تن مجروح شدند و این در حالی است که ارتش اسرائیل به شکل جداگانه اعلام کرده که حدود 8,000 تن از شبه نظامیان حماس تا از زمان آغاز عملیات در غزه از پای درآورده است. لی جای میونگ رهبر اپوزیسیون دولت در کره جنوبی بامداد سه‌شنبه در جریان بازدید از شهر بوسان و در جنوب شرق این کشور هدف حمله فردی با چاقو قرار گرفت. بنا به اعلام پلیس در این حمله آقای لی از ناحیه گردن آسیب دیده و بلافاصله هم به بیمارستانی در همان نزدیکی منتقل شده است. پلیس و مقامات اورژانس همچنین گفتند که او هوشیار است و در وضعیت بحرانی نیست. با این وجود هنوز وضعیت دقیق او مشخص نیست. لی جای میونگ رهبر حزب دموکراتیک است که اپوزیسیون اصلی دولت محسوب می شود و این حمله هم زمانی رخ داده که او بعد از پایان یافتن برنامه بازدید از فرودگاه جدید بوسان از میان انبوه خبرنگاران و دیگر حاضران عبور می‌کرد. ساعتی بعد از آنکه رئیس جمهوری روسیه تهدید کرد حمله به بلگراد بدون پاسخ نخواهد ماند، شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه کیف و خارکیف بزرگترین شهرهای اوکراین هدف موشک‌ها و پهپادهای روسیه قرار گرفت. به گفته مقامات کیف پایتخت اوکراین حملات موشکی و پهپادی به این شهر در صبح سه‌شنبه باعث قطع برق در برخی از مناطق شد. به گزارش رویترز آثار باقی مانده از موشک‌ها و پهپادهای منهدم شده در نقاطی از شهر فرود آمد. شهردار کیف با اشاره به قطع برق و گاز در برخی نقاط پایتخت در پیام تلگرامی خواستار احتیاط مردم و مراقبت از خود شد. شهردار خارکیف هم گفت که این شهر مورد حمله گسترده موشکی قرار گرفته است. هنوز گزارشی درباره میزان خسارت حملات شامگاه دوشنبه و صبح سه‌شنبه منتشر نشده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا به نقل از ارتش این کشور گزارش داد که مناطقی از حومه دمشق صبح سه‌شنبه هدف موشک‌های اسرائیل قرار گرفته است. این نخستین حمله منتصب به اسرائیل علیه مواضعی در سوریه در سال جدید میلادی به شمار می‌رود. به نوشته خبرگزاری سانا موشک‌های اسرائیل که از سوی ارتفاعات جولان شلیک شده بود ساعت 4:30 بامداد سه‌شنبه چند نقطه را در حومه دمشق هدف قرار داد. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که این حمله علیه مواضع یک گروهان توپخانه ارتش سوریه در کناکر در غرب دمشق انجام شده که اعضای حزب الله لبنان در آن حضور دارند. به نوشته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، گزارش ها حاکی از وارد آمدن خسارت و تلفات به گروه حزب الله لبنان در این منطقه است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه‌ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان‌های فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری
و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. ترکیه میگوید 32 تن را به زن جاسوسی برای موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، بازداشت کرده است. وزیر کشور ترکیه امروز شنبه اعلام کرد که این افراد به اتهام همکاری با موساد و تلاش برای هدف قرار دادن اتباع خارجی مقیم ترکیه بازداشت شدند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گمان می‌رود هدف مظنونان تجسس، تعقیب، حمله و ربودن اتباع خارجی مقیم این کشور بوده است. وزیر کشور ترکیه افزود که پلیس به 57 محل در 8 استان کشور حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این عملیات بخشی از تحقیقاتی است که توسط دفتر مبارزه با تروریسم دادستانی استانبول و آژانس اطلاعات ترکیه مید انجام می شود. در پی برخورد یک هواپیمای خطوط هوایی ژاپن حامل 379 مسافر با یک هواپیمای گارد ساحلی این کشور روی بند فرودگاه هانادا در ترکیه، ببخشید در توکیو، 5 تن از 6 خدمه هواپیما ناپدید شدند. بر اساس تصاویر رسانه‌های ژاپن، با وجود تلاش گروه‌های امدادی برای کنترل آتش، هواپیما در حال حرکت روی بند فرودگاه در شعله‌های آتش می‌سوخت. شرکت خطوط هوایی ژاپن اعلام کرده که همه سرنشینان هواپیما شامل مسافران و خدمه به سلامت از هواپیما تخلیه شدند و این در حالی است که شبکه تلویزیونی NHK اعلام کرد که 5 تن ناپدید شدند. ترک سیگار یکی از رایج‌ترین تصمیماتی است که افراد در آغاز سال جدید می‌گیرند، اما به دلیل ماهیت بسیار اعتیادآور نیکوتین، عمل کردن به این تصمیم بسیار سخت است. اکنون تحقیقات نشان داده که مصرف نوعی از قرص‌ها که میل به نیکوتین را کاهش می‌دهند، احتمال موفقیت در ترک سیگار را تا 2 برابر بیشتر می‌کند. پزشکان یک تیم تحقیق در آرژانتین دریافتند داروی به نام ستزین که یک ماده طبیعی از دانه‌های لابورنوم است، در کمک به افراد سیگاری برای ترک اعتیاد مؤثر است. محققان در جریان آزمایش‌های بالینی در آرژانتین دریافتند که میزان موفقیت سیگاری‌هایی که سعی در ترک سیگار با مصرف ستزین دارند در مقایسه با سیگاری‌هایی که به دنبال ترک آن از مسیر دارونماها یا استفاده از داروهای مانند وارنکلین یا درمانهای جایگزین نیکوتین مانند چسب و آدامس هستند به طور قابل توجهی بیشتر است. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.